و اما در ایران همزمان با اوجگیری موارد ابتلا به کرونا، اختلافات میان مقام‌های بهداشتی، علمی و حکومتی هم بالا گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپول عباسی. رضا ملکزاده معاون مستعفی تحقیقات وزارت بهداشت در نامه کنارگیریش مدیریت سعید نمکی وزیر بهداشت را بسیار غلط و پرنقص خوانده و نوشته بود که عدم مشورت و توجه وزیر بهداشت به متخصصان و محققان نظام سلامت موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با مطبوعات داخلی با انتقاد از راهبرد مقامات جمهوری اسلامی در حوزه بیماری کرونا گفته است قرنطینه دو هفته‌ای چندان تأثیری در حذف زنجیره انتقال کرونا نخواهد داشت و اضافه کرده برای کنترل کرونا باید همه مشاغل تعطیل شوند و دولت حمایت معیشتی از مردم داشته باشد. شمار دیگری از نمایندگان مجلس هم سیاست‌های دولت در مهار بحران کرونا را ناکارآمد توصیف کرده و مورد انتقاد قرار دادند. سخنگوی دولت هم فضای به وجود آمده را اختلافات کارشناسی بین مقامات در رجوع به طب سنتی برای مهار کرونا دانست است و در این میان به گفته مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا در ماه‌های مهر و آبان با تعداد متوفیان مجموع 7 ماه گذشته این استان برابری می‌کند. شپوئل عباسی، صدای آمریکا.